درباره این برنامه اتمی در کجا صحبت کردین؟ برنامه اتمی هم در تورنتو صحبت کردم. تورنتو وقتی که از کتاب رونمایی میشد، موضوع صحبت هم قرار دادم به این محور که آیا وجوه تشابه و تفاوتی بین سیاست‌های اتمی محمد رضا شاه و سیاست‌های اتمی ایران در سال‌های اخیر هست یا نه، اگر هست یا نه اونا کدوم هستن. ولی تو همین کمپ هم به هر حال چون این روزها بازار بحث این قرارداد یا تفاهم یا توافق داغه، یکی از دوتا سخنرانیم در مورد همین بود برای فارغ التحصیلان دانشگاه استنفورد. خودشون میگن برنامه مشترک، برنامه مشترک. خب آقای دکتر، میشه برام بگین یه خلاصه از اون چه اونجا فرمودید؟ در تورنتو؟ بله، درباره برنامه اتمی شاه و برنامه اتمی جمهوری اسلامی. میدید به نظر من یک وجوه تشابه مهمی هست و یک تفاوت‌های بسیار مهمی هم هست. تشابهش در این است که هم شاه و هم جمهوری اسلامی برای اینکه به گمان من بتونن امکان تبدیل برنامه صلح‌آمیز به برنامه نظامی رو داشته باشن، یعنی این امکان به اصطلاح گریز زدن به یک برنامه نظامی داشته باشن، هر دو وقتی که برنامه اتمی رو آغاز کردن تأکید اصلیشون رو گذاشتن توی غنی‌سازی. شما اگه برنامه صلح‌آمیز اتمی می‌خواهید داشته باشید، همونطوری که اکثریت کشورهای دنیا، از برای 40 کشور دنیا برنامه اتمی صلح‌آمیز دارن، 12 تا کشور حدوداً غنی‌سازی می‌کنن و بعضی از اونایی هم که غنی‌سازی کردن الان دارن سعی می‌کنن دکونشون رو ببندن برای اینکه بازار اورانیوم غنی‌سازی شده اشباع شده. پس یه وجه تشابهش اینه که به جای اینکه ایران بره در جهت انتقال تکنولوژی اونچنان که مثلا کره کرده، کره غیر کمونیستی کرده و الان شده یکی از مهمترین صادرکننده های تکنولوژی هسته‌ای، یکی از مهمترین سازندگان راکتور هسته‌ای، ایران رفت دوران شاه روی غنی‌سازی و وقتی که روی غنی‌سازی رفت، خب غربی ها به خصوص آمریکایی ها کمی همون شکایی که در مورد برنامه ایران بعد از انقلاب پیدا کردن در مورد برنامه شام داشتن. منتها شاه این مسائل رو پشت پرده حل کرد، عملا جا نزد. اتفاقا خیلی اسنادی که هست، من خیلی هاشون رو در کتاب آوردم، واقعا شاه محکم وایساد و گفت ما در چارچوب قرارداد NPT هر حقی که هر کشور دیگه داره ما اون حق رو میخواییم. ولی وقتی که بهش گفتن شما غنی‌سازی رو بیایید با کمک ما انجام بدید، غنی‌سازی رو یه مقداری در یه به اصطلاح تشکیلات مشترکی با غربی ها انجام بدید، با فرانسوی ها انجام بدید، قرار بود با آمریکایی ها انجام بدن، شما اینا رو پذیرفت و داشت میرفت در جهت اینکه مسئله حل بشه. و در اون زمان شاه مسئله رو یه جوری حل کرد که آمریکا و اروپایی‌ها در رقابت بودن در این باب که کی بیشتر به ایران برنامه اتمی بفروشه و کی بیشتر کمک بکنه. شاه می‌خواست بمب اتمی بسازه؟ من فکر می‌کنم شما اگر خاطرات علم رو بخونید، علم میگه که آقای اعتمادم، اکبر اعتماد که رئیس برنامه اتمی بودن، میگن که شاه به آقای اعتماد گفتن که ما می‌خوایم آماده باشیم که اگر یک کسی در منطقه بمب اتمی پیدا کرد، ما به سرعت بتونیم این برنامه رو در واقع دنبال بکنیم. یعنی مثل اینکه آقای اعتماد اینو به فیگارا گفته بودن. آقای اعتماد به من گفتن، تو خاطراتشون نوشتن، من تو کتاب هویدا به این قضیه که مثلا 15 سال پیش در اومده اونجا بهش اشاره کردم که آقای اعتماد به من گفتن که می رفتم پلی شاه گفتم اگه شما میخواهید بمب سازی، چون یه چیزایی خریدایی دارین میکنین که برنامه صلح‌آمیز الزاماً سنخیت نداره، اگه میخواهید بمب سازید من که رئیس برنامه باید بدونم.
میگه شاه به من گفت بشین و برای من یه درس ژئوپلیتیک داد. گفت ما در شرایط فعلی بمب نمیخوایم، ولی تو این منطقه اگه کسی بخواد بره، برای اینکه یادمون باشه در اون زمان این اتفاق مثلا 1972 است، ایران از 1968 نگران اینه که عراق داره میره در جهت سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های اتمی. یعنی من اولین سندی که پیدا کردم 1968 که هویدا نخست وزیره میاد به آمریکا با کاخ سفید، در کاخ سفید با جانسون ملاقات میکنه، اونجا میگه که ما نگرانیم. واضحه که اگه شاه فکر میکرد صدام حسین داره میره در جهت بمب، شاه میخواست که زودتر از صدام حسین یا در فاصله خیلی کوتاهی بعد از اون بتونه بمب ساخت داشته باشه. برای همین هم غنی سازی میکرد، هم رو برنامه موشکی داشت کار میکرد، و هم از همه، یعنی یه تفاوت عمده این است که تو دوران شاه همه به استثنای آمریکایی‌ها برای یه مدتی دلشون میخواست به برنامه ایران کمک بکنن، از جمله اسرائیل. الان همه میخوان در این سالهای اخیر همه خواستن جلوشو بگیرن، در حالی که هر دو، ایران هم ادعا میکرد در اون زمان، اینا هم ادعا میکنن در این زمان که ایران فقط میخواد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه. هیچ کس هم جز خودشون باور نمیکرد. برای اینکه شام تو لومان یه دفعه به لومان گفت که زودتر از اون که فکر بکنید شاید ایران یک کشور اتمی بشه. این تشابهشه، یعنی هر دو میخواستن یه برنامه داشته باشن که این به اصطلاح انتخاب در دست دولت باشه که اگه کسی از معاندین ایران رفت بمب اتمی پیدا کرد، ایران به سرعت بتونه پیدا کنه. به همین خاطر غنی سازی رو چیز میکردن. شاه با صراحت بیشتری اینو چیز میکرد. اینا خب هی هم تاکید دائم تاکید میکنن که ما هرگز برنامه نمیخوایم، برنامه اتمی نمیخوایم. بعد میرن در بازار آزاد مثلا طرح بمب میخرن، یا میرن با آقای خان پاکستانی برای خرید انواع چیزهای غیر قانونی، و میدونی فکر میکنن که غربی ها نمیفهمن، فکر میکنن اگه مثلا میتونن در ایران به مردم دروغ بگن، در جهان هم میتونن به مردم دروغ بگن. نه، نمیشه. اونجا مچیتون رو میگیرن، آقای خان رو پیدا میکنن، کامپیوتر فلان آدم رو پیدا میکنن، فلان فرمانده سپاه در میره، میره به اینجا. خب از این طریق این که ما فقط میخواییم برنامه اتمی صلح‌آمیز داشته باشیم، یه کمی غیر قابل دفاع شد. آقای دکتر میلانی، آیا قذافی هم اطلاعاتی درباره بمب اتمی ایران در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته بود؟ والا تا اونجایی که من میدونم، من اسناد مربوط به قذافی رو ندیدم، ولی تا اونجایی که من میدونم خود آقای روحانی هم توی یکی از خاطراتشون تا اونجایی که من یادم میاد گفتن که بعد از اینکه قذافی تصمیم گرفت که برنامه اتمیشو وا بگذاره، اطلاعاتی که آمریکایی‌ها در مورد چیزایی که ما خریده بودیم در بازار از خود آقای روحانی میگه کمتر بود، برای اینکه اونا همه چیزایی که از طریق اون شبکه پاکستانی خریده بودن و خود شبکه پاکستانی آمریکایی‌ها اونجا سرنخ‌هایی پیدا کرده بودن، اون وقت کلاً معلوم شد که چه چیزایی ایران داشته می‌خریده، و بعضی از چیزایی که می‌خریده، از جمله الان یه مسئول CIA تو آمریکا، الان همین الان که صحبت میکنیم در زندانه، به خاطر اینکه یه طرحی رو لو داده و دولت فهمیده که این طرح رو لو داده به نیویورک تایمز. در اون طرح CIA، سازمان CIA، برای اینکه برنامه اتمی نظامی ایران رو به تعویق بندازه، این فکر ابلهانه به ذهنش میاد که یه طرح بمب کاذب دروغین به ایران بفروشن، و یه رابط روسی پیدا میکنن که اون به اصطلاح این طرح به اونا بده، ولی رابط روسی فضول بوده، طرح رو نگاه میکنه میفهمه که این طرح شاید کم و کسری داره، ولی از ایران یه هیئتی میاد در وین این طرح میگیره. و وقتی شما هم CIA خودش به شما طرح فروخته، حالا طرح کاذب فروخته، ولی الان یه کسی بیاد به من بگه که من یه طرحی برای مثلا ساختن تلویزیون چهار بعدی دارم، من نمیخرم، برای اینکه اصلا نه توانشو دارم نه
کنجکاویشو دارم نه میلش، ولی اگر بخرم دیگران بگن آقا تو میخوای بری تلویزیون چهار بعدی بسازی، میگم تو هاشا بکنم که اینا میرن طرحه رو میخرن بعد هاشا میکنن، بعدم اینقدر شعار میدن شعار میدن تا آقای احمدی نژاد میارن سر کار، میگه که سازمان ملل غلط کرده علیه ما، قطعنامه صادر کنه، قطعنامه رو به فلان جای خودتون بفرستید، از این حرفای زشت واقعا الواتی میزنه. بعد قراردادم میبندن، جلوی نفتم میگیرن، سویفتم میگیرن، دوارم میگیرن، اون وقت اینا به تحت فشار میان این قرارداد جدید رو میبندن که قراردادی است که از خیلی از مسائل اگه حاضر بودن این قرارداد رو این نوع قرارداد ببندن، دو سه سال چند پنج سال پیش میتونستن به راحتی این قرارداد رو ببندن و حتی بهترشو حتما به نظر من بهترشون دوستم. من واقعا دلم میخواد قرارداد بسته بشه، من اینو تاکید میکنم، من دلم میخواد بشه، با اینکه فکر میکنم خیلی از حقوق ایران تو این قرارداد ظاهیه شده، ولی مملکت رو به آستانه ورشکستگی کشیدن، مملکت رو به آستانه، یعنی یارو تو یکی از این روزنامه‌ها میخونم 24% جامعه 23% جامعه دچار اختلالات روانی هستن، 10% جامعه اصلا از ایران رفته، 10% دیگرش به یه روایتی معتاده. خب اینا نتیجه این فشارهای کاذبی است، این بهای غیر مستقیمی است که مردم برای این برنامه دادن. خب خسته شدن در یه حالت انفجار، تو این شرایط اون وقت میان چیز میکنه. من امیدوارم بشه و امیدوارم یه گشایشی در کار مردم بشه و حتما هم وقتی که گشایش ایجاد بشه یه روزی جامعه ایران میره سراغ اینکه چه کسانی این سیاست ها رو بر جامعه تحمیل کردن، چه کسانی خط قرمز کاذب کشیدن و چرا این خط قرمز ها رو کشیدن، کیا از این خط قرمز ها نفع بردن، کیا زیان دادن، کیا بها دادن. آقای دکتر میلانی، برخورد و واکنش شنوندگانتون چگونه بود؟ والا توی من هم در بیشکم همین مطلب رو هم در میان فارغ التحصیلای چیز گفتم، استنفورد گفتم، هم در تورنتو. من مخالفت زیادی ندیدم، یعنی فقط در تورنتو در استنفورد یه نفر بود که خب خیلی نگران این بود که این قرارداد امکانات اتمی ایران رو عملاً دست نخورده باقی میگذاره و ایران ممکنه در یه فاصله خیلی کوتاهی بتونه یه بمب بسازه و اسرائیل رو تهدید بکنه. اون واقعاً تنها بحث جدی بود که از طرف حضار مطرح شد، ولی تو تورنتو و من سوال‌های بیشتر سوال‌های فنی، چون من در تورنتو یه مقداری هم کلاً این که چرا اصلا غنی‌سازی لازمه و آیا غنی‌سازی برای برنامه غیر نظامی لازمه یا نه، اونا رو توضیح دادم. واقعاً اگر کشوری نخواد برنامه نظامی داشته باشه، رفتن در جهت غنی‌سازی منطق اقتصادی و منطق علمی نداره. این هم در مورد شاه صادقه، هم به طریق اولا در مورد اینا. شاه حداقل همه دنیا یه جوری بهش یه اعتمادی داشتن، اینا هیچ کسی غیر از خودشون و شیخ نصرالله در حزب الله و اسد در سوریه حرفشون رو به جد نمیگیرن، فکر میکنن که ممکنه برخلاف اونچه که میگن یه کار دیگری انجام بدن و به همین خاطر برای همه چیز بهای سنگینشو ملت ایران میده، از جیب ملت ایران بهای سنگینشو در تزریقاتی که مردم دارن مردم تحمل میکنن. آقای دکتر میلانی، یکی از بینندگان این برنامه های شما به نام آقای بهبهانی، ایشون یک ایمیلی برای من فرستادن، البته اولش یه خورده به حال یه تمجیدی کردن از بنده، ببخشید، ولی مربوط به شماست. نوشتن: جناب آقای مهری، با درود،
جناب عالی در تلویزیون اندیشه دو برنامه سنگین دارید که با سابقه ای که دارید سایر تلویزیون ها را تحت شعاع قرار می دهید. در بیشتر برنامه ها هم از بینندگان سپاسگزاری می کنید که این نشانه احترام متقابل با آنها، زیرا بیننده مشوق گوینده است. من دو هفته قبل برایتون دو ایمیل فرستادم و توضیح دادم که چون مشغول نوشتن کتابی درباره پادشاهانی هستم که موجب برباد رفتن کشورمان و سلطنت خود شدند و یکی از آنها محمد رضا شاه پهلوی است که مردی نیک و دوست داشتنی بود و موجب برباد رفتن کشورش و سلطنتش شد، از جناب عالی تقاضا کرده بودم که از آقای دکتر میلانی سوال کنید تا اگر احتمالاً لازم باشد از بعض یادداشت‌های آقای دکتر میلانی استفاده نمایم و اجازه ایشان را خواستم و نیز علت این اجازه را که چرا به وسیله جناب عالی این درخواست را نمودم، برای آن است که زمانی با آقای دکتر میلانی نامه نوشتم و نامه برگشت به هر صورت. حالا ایشون میخواهند از اسناد و مدارک و یادداشت‌های شما استفاده کنند. آیا امکانش هست آقای دکتر؟ حتما. تمام اسنادی که من استفاده کردم، اسناد سفارت آمریکا، سفارت انگلیس، وزارت امور خارجه، دفتر نخست وزیر، کاخ سفید، نزدیک 60,000 صفحه اینا اسناده، اینا همه در دانشگاه استنفورد الان در اختیار هر کسی است که بخواد بیاد. باید بیان حتماً اونجا؟ بله باید بیان اونجا. راه دیگری متاسفانه هنوز نیست. ما سعی کردیم که من یه مقدار زیادی از اینا رو به کمک دانشجویان استنفورد دیجیتالایز کردم، ولی اجازه دیجیتالایز کردنش ظاهراً مستلزم این است که دولت انگلیس به خصوص با این موافقت بکنه، چون میشه اسناد رو در اختیار دیگران گذاشت، ولی اینکه بخواید در سطح عام پخشش بکنید و در یه سایت دانشگاه بذارید، اون یه کمی گرفتاری‌های قانونی داره. اون اسناد همه در اختیار هر کسی که بیاد هست. من یه تعداد زیادی در این 10-15 سال اخیر مصاحبه کردم، واقعا بالای شاید 500 تا مصاحبه کردم من. این نواراش هم هست، منتها اونا رو باید اجازه ویژه بگیرم. با کسانی که با من مصاحبه کردن فکر میکردم با من مصاحبه میکنن، حق نشر عامشو ندارم. ولی اسناد همه در اختیار هر کسی که بخواد در دانشگاه استنفورد بیاد هست و آزادانه میتونن استفاده بکنن. حالا که این روزها همزمان است با سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی که شما فکر می‌کنم بیش از هر منقد و هر نویسنده و هر زندگی نویسی به زندگی ایشون پرداختید. من می‌خواستم ببینم در آخرین روزها آیا پزشکان اشتباهی در مورد ایشان کردن، در مورد سلامتشون که ایشون فوت کردن؟ به نظر می‌رسه که در هم در آخرین روزها و هم در سال آخر کلاً و شاید حتی از زمان تشخیصش اشتباهات مکرر شد، به این معنا که یه تصمیم سیاسی گرفته شد که همش هم مردا گرفتن، یعنی علم و دکتر عیادی و پزشکای معالج خود شاه که از اروپا آمده بودن و در یک مقطعی دکتر صفویان که او رو وارد ماجرا کردن بدون اینکه به ملکه بگن، ملکه‌ای که نایب سلطنه مملکته، تصمیم گیرن این مسئله رو پنهان نگه دارن، از نه تنها ملت بلکه از ملکه. یعنی سرطان شاه رو، سرطان شاه، بله، و تظاهر به این بکنن که شاه یه مسئله دیگه ای داره. و یکی دو مورد تو خاطرات ملکه هست، توی گزارش های پزشکی دیگه هست، منجر به اشتباهات جدی میشه، ولی اشتباهاتی که قابل رفعه. بعد از این که به خارج میرن، بازم به نظر میاد که تمام شواهد نشون میده که چون نمیخواستن
به طبیبای مختلفی که در جاهای مختلف می رفتن. یه مدتی مصر بودن، یه مدتی مراکش بودن، یه مدتی پاناما بودن، مکزیک بودن، و نگران بودن که اینها ممکن توطئه بکنن علیهشون یا غربیا بخوان توطئه بکنن علیهشون. به هر کدوم از اینها نمی گفتن تمام مسائل رو، یعنی در مقاطع مختلف، پزشکای مختلف بخش هایی از این واقعیت وضع شاه رو میدونستن. و تمام دوباره شواهد جدید، یه دو سال پیش مقاله خیلی درخشانی در یکی از معتبرترین مجله های پزشکی آمریکا نوشته شد، یعنی در واقع بولتن جراحان به عنوان تحال سلطنتی، و اونجا بر اساس تمام شواهدی که تا اون وقت به دست آمده و گزارش ها، نامه‌ای که پزشک معالج شاه نوشته، مصاحبه هایی که دبیکی کرده، صحبت هایی که آقای اردشیر زاهدی کرده، همه اینا بر اساس اونا رو وقتی کنار هم میذارید، خب اشتباهات مکرری صورت گرفته در معالجه شاه و در جراحی شاه. بخشش به خاطر اینکه پنهانکاری میکردن، و اون پنهانکاری هم یه مقداری به خاطر این که شاه فکر میکرد که ممکنه علش بخوان تتهی توطئه بکن. آقای دکتر، هیچ توطئه واقعا وجود داشته که به تمام گفت شاه را کشتن؟ من ندیدم. من هر توطئه‌ای که بتونم به قطعیت بگم شاه رو کشتن، من فکر کنم شاه به این معنا، به یک معنای دغمغ شد. یعنی واقعا میشه تصور کرد که اگر اون بلاها بر سرش نیامده بود، برای اینکه دوباره واقعا من در کتاب شاه نوشتم، شاه از ایدی امین که شما هر چی در مورد شاه بگید، یعنی بدترین مخالفین شاه دیگه از اون آدم مخالفتر نه، نمیتونه بگه که شاه از ایدی امین آدم مستبدتری بود یا آدم فاسدتری بود. ایدی امین وقتی که از اونجا رفت، گذاشتن در امن و در سلامت و یه جوری در امنیت زندگی کنه دیگه. مارکوس رو گذاشتن زندگی بکنه، اون مال نیجریه رو، همه اینا. تنها کسی که واقعا در به درش کردن و هر جا که رفت فشار رو بردن بیرونش بکنن، یه مقداری به خاطر اینکه ایران داشت فشار می آورد، یعنی هر جا شاه می رفت ایران از نفوذش استفاده می کرد و می گفت که یا بیرونش کنین یا قرارداداتون رو ما قطع میکنیم. ایران رسماً خلخالی اعلام کرد که ما با کارلوس می خواهیم قرارداد ببندیم که برن شاه رو بکشن. می دونید اگر در همون زمان جامعه بین‌المللی وای میساد محکم، میگفت شما غلط میکنید، مملکت یه آدمی است از مملکت رفته، اگر میخواهید از لحاظ قانونی اقدام بکنید برش گردونید، دادگاه هست، برید تو مملکت اقدام قانونی بکنید. اینکه شما برید یه تروریست رو بگید ما رسما استخدام میکنیم که بره یه شهروند ایرانی رو، مهمان یه کشور دیگر رو بکشه، به چه حساب این حرف رو میزه؟ ولی یه عده خندیدن، یه عده تشویقش کردن، یه عده به جد نگرفتن. ولی این فشارها به نظر من شاید بیشتر از اشتباهات پزشکی برش تأثیر گذاشت. من طبیب نیستم، ولی همه میدونن که در مبارزه با مسائل جدی پزشکی روحیه خیلی مهمه، و شاه خوب روحیهش واقعا به دلیلی که احساس میکرد بهش دی پشت کردن، وقتی که دیوید فراست در مورد امکان خیانت فردوست و قرباقی ازش میپرسه، میگه که این یه چیزیست که فقط در داستان ها ممکنه. بعد عشق میگه در چشانش جمع شد. اینا به نظر من شاید به اندازه اشتباهات پزشکی مکرری که شد به لحاظ پنهانکاری در مرگش تأثیر داشت. آقای دکتر میرانی، شما به دلیل تجسسی که در زندگی و روزگار سیاسی شاه کردین، سرانجام یک، یعنی من احساس میکنم یک همدردی باش پیدا کردین. حتما هم همدردی پیدا کردم، هم بهش انتقادهایی دارم، برای اینکه فکر میکنم که نمیشه نکات مثبتشو گفت. ببینید، یه همدردی انسانی هست، یه بحث انسانی است،
من فکر میکنم یه نفری اومده در یه مملکتی سلطنت کرده، بعد از یه مدتی هم اومده سلطنت رو واگذاشته رفته، الان بیماره. اینکه شما در به در دنبال این برید تروریست استفاده بگید ما میخواییم استخدام بکنم، خب این نوع برنامه ها از لحاظ انسانی به نظر من یه آدم مریضی رو به این حال چیز کردن قابل دفاع نیست، از لحاظ اخلاقی قابل دفاع نیست. دو، به نظر من شاه واقعا خیر ایران رو میخواست و چون خیر ایران رو میخواست دستاوردهای خیلی مهمی برای ایران آورد. ولی اگر قرار دستاوردهاش رو بگیم باید ایراداش هم بگیم. من فهم کنم ایرادهایی هم بر شاه وارده، هم قانون اساسی رو رعایت نمیکرد و هم در نگاه، شاید مهمترین بحث من، حالا میدونم خیلی ها مخالف هستن، تو جمهوری اسلامی هم خیلی فحش دادن به کتاب شاه به خاطر همین بحث، نگاه استراتژیک شاه که دشمن عمدش چپه و دشمن عمدش دکتر مصدقه و متحد بالقوهش در این قضیه اسلامه و با تقویت اسلام، با راه انداختن مساجد بیشتر، با اسلامی کردن کتاب‌های درسی میشه جلوی کمونیسم رو گرفت، در شرایطی که همه نیروهای دیگه در برشون هر روز بسته و بسته تر میشد، اون به نظر من سبب شد که وقتی رژیم به بحران رفت تنها نیرویی که میتونست جمع جور بکنه، وقتی آمریکایی‌ها دنبال جانشین گشتن، مقاله سالیوان رو بخونید، من در کتاب نقلش کردم دیگه، به نتیجه در اکتبر به نتیجه رسیدن هم آمریکایی‌ها هم انگلیس‌ها که شاه دیگه نمیتونه بمونه، نه رویش اون چنان هست که اجازه بده بتونه وایسه، نه شرایط جوری هست. تو اون شرایط دیدن تنها کسی که میتونه اون چی که میخوان، غربیا میخوان، غربیا چی میخواستن؟ میخواستن یک دولتی بیاد که مملکت رو یه پارچه نگه داره، جلوی شوروی وایسه، نفت بفروشه. دوباره به صراحت اسناد اینو میشه فهمید. دیدن تنها کسی که میتونه این کار انجام بده نیروهای مذهبی هستن، به خصوص که نیروهای مذهبی هم خودشون تظاهر میکردن و هم کسانی که میرفتن با سفارت آمریکا صحبت میکردن یا با آمریکا یا در آمریکا صحبت میکردن، به آمریکایی‌ها میگفتن که آقای خمینی یه رهبری مثل الجزیره است، حکومتش حکومت ناسیونالیستی از نوع الجزیره است. اینا بر این اساس آقای خمینی رو نیروهای دموکرات و جبهه ملی و نهضت آزادی اینا ارائه کردن به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها هم دنبال یه آلترناتیو می‌گشتن، بیان خب یه جوری هم جبهه رو میارن سر کار، هم یه نیروی معنوی خیلی قدرتمندی در شخص آیت الله خمینی هست. اون ایراد به نظر من بر شاه وارده، ولی من هم نسبت به این که خیلی در خیلی از مسائل واقعا خیر ایران رو میخواست و خیلی ایران رو انجام داد، ایران رو تغییر داد. یعنی شاه و رضا شاه، این جمهوری اسلامی الان 37 سال سر کاره، در من تمام دورانی که شاه سر کار بوده اینا سر کار هم الان. شما ایران 1941 تحت استیلای قدرت های غربی رو نگاه بکنید، تعداد دانش آموزان ایران رو نگاه بکنید، تعداد دانشگاه ها رو نگاه بکنید، طبیبا رو نگاه بکنید، متوسط سن رو نگاه بکنید، همه تعداد شهرنشین ها رو نگاه بکنید، مقایسهش بکنید با 1979، تغییرات اساسی در بافت اساسی جامعه ایران رو، یه جامعه فئودالی رو شاه عوض کرد. انگلیس ها که خیلی هم دل خوشی از شاه نداشتن، میگه یه تغییری است که 2000 سال در این ایران، در ایران به این اهمیت اتفاق نیفتاده. ببینید سه تا مهاجرت گنده در 100 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده که به نظر من اصلا ترکیب جامعه ایران رو عوض کرده و عوض خواهد کرد. یکی ترکیب از روستا به شهره، یکی ترکیب زنان از اندرون به بیرونه
و سومی ترکیب مهاجرت ایرانیا به خارج، یک دهم جمعیت، یه دهم جمعیت رو اینا از ایران بیرون کردن، که خیلی از اینایی که بیرون کردن با دستاوردهایی که در غرب داشتن میتونیم حدس بزنیم که جزو نیروهایی بودن که برای ایران میتونستن نقش بسیار مهمی داشته باشن. ولی از این سه تا که یکیش همین گریز از خارج، دو تای دیگه که تغییرات تاریخی هستن، این تغییری است که 2000 سال در اون جامعه اتفاق نیفتاده، این تغییرات در دوران شاه اتفاق افتاده، این تغییر فئودالیسم در دوران شاه اتفاق افتاده. زنا رو شاه آزاد نکرد، زنا قبل از اینکه رضا شاه سر کار بیاد داشتن در ایران فعالیت میکردن برای آزادی، برای کشف حجاب، برای آموزش، برای حقوق مساوی. ولی به هر حال در دوران شاه به رغم مخالفت بسیاری از روحانیون، زنا حق رأی پیدا کردن، حق شرکت در عرصه اجتماعی پیدا کردن، حق حضور در دانشگاه ها در سطح بسیار وسیع پیدا کردن. نتایجش هم الان داریم میبینیم، یعنی بسیاری از تحولات مهمی که در ایران امروز داره اتفاق میفته، این نقش کلیدی که زنان ایران دارن در تحولات ایران بازی میکنن، این نقشی که شهرنشینا دارن بازی میکنن، منشأش دوران شاهه. اینا نکات مثبتشه، نکات منفیش هم اونایی که عرض کردم. آقای دکتر میرانی، شما در کتاب نوشتین که شاه ایران رو دوست داشت اما به شیوه خودش. به شیوه خودش، بله، به شیوه خودش. و میدونید متاسفانه این از خطرناکترین جنبه های حکومت های اقتدارگراست دیگه. هرچه اقتدارگرایان بیشتر سرکار میمونن، بیشتر به حقانیت نظر خودشون بیشتر باور پیدا میکنن و بیشتر دوروبریاشون فقط کسانی میشن که حرفای رهبر رو تکرار میکنن. اگر شاه در 1959 هم سجزیای طباطبایی، هم امام جمعه تهران، هم علا، هم انتظام جرأت داشتن به شاه بگن سر این قضیه شما اشتباه میکنید، 1963 علا میره بهش میگه شما اشتباه میکنید که دارید با مذهبی ها در خیابون میجنگید، شما باید یه راهی پیدا کنید با اینا آشتی بکنید. 1973 دیگه کسی جرأت این کار نداره. به همین خاطر بیشتر و بیشتر اعتقاد پیدا میکرد که فقط راه خودش صحیحه و حتما ایران رو دوست داشت، ولی فهم کنم فقط خودش درست ایران رو دوست داره. آقای دکتر، این که میگفتن که شاه دست نشانده آمریکاست، این تا چه حد درسته؟ حالا من فهم کنم کاملا از اون حرفاییست که جا افتاده، ولی یک بخشش حتما درسته، ولی بخش عمدش هم درست نیست. یعنی اگر منظور 1941 که نه انگلیس شاه رو میخواست، نه روسیه شاه رو میخواست، آمریکا هم نظر چندان موثری در اون زمان نداشت، این فروغی و عده‌ای از ایرانی ها بودن که به اروپا تفهیم کردن که ادامه سلطنت در ایران لازم. اگه منظور 1953 است، خب در 1953 بدون شک آمریکایی‌ها قصد اینو داشتن که در ایران کودتا بکنن، ولی اون چی که شاه رو به ایران برگردون به نظر من تلاش آقای روزولت نبود. تلاش آقای روزولت تلاش بخش مهمی بود، ولی عمدش پشت کردن نیروهای مذهبی به دکتر مصدق بود، پشت کردن نیروهای مذهبی و شکست شدن اون ائتلاف بود، و بعضی اشتباهاتی که خود دکتر مصدق کرد. یعنی دکتر مصدق اگر رفراندوم نمی کرد، من فکر نمی کنم شاه هرگز الزاماً حاضر می شد که حکم عزل دکتر مصدق بده، کما اینکه نداد. یعنی یک سال و نیم قبلش انگلیس های فشار می آوردن، گفت نه ما باید یه راه قانونی پیدا کنیم. با رفراندوم و با بستن مجلس راه قانونیش پیدا شد. پس اینکه غربی ها، یعنی آمریکایی ها شاه رو دست نشانده آمریکا بدونیم، به نظر من یک بخشی از یک واقعیت خیلی 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 پیچیده‌ای رو مطلق کردیم.
بعد از اون کمکی که در 53 کردن به برگردوندن شاه از 65 به بعد 1965 تا 1975 واقعا در بعضی مسائل اساسی به گمان من با آمریکایی ها طرفه، این سر قضیه نفت واقعا با آمریکایی ها طرفه، سر این قضیه نیروهای اتمی که صحبتشو کردیم شاه با آمریکا طرفه، حاضر نیست که امتیاز بده، میگه ما به هیچ وجه هیچ محدودیتی که در MPT نباشه و برای کشورهای دیگه نباشه ما نمیپذیریم. و داشت بحث رو میبرد برای اینکه ارتش آمریکا، کسینجر، شرکت‌های بزرگی که میخواستن در ایران سرمایه گذاری بکنن چه در قضیه اتم چه در قضیه دیگه فشار داشتن میاردن به کاخ سفید که شما اینقدر اذیت نکنید شاه رو. یعنی شاه 1973 یا 74 که به رئیس جمهور آمریکا میگه دستتون ما تکون ندید، انگشتتون ما تکون ندید، ما تهدیدتون میکنیم، با شاه 1948 مثلا یکی نیست. ولی حتی در 48 شاه در 1948 میخواد قانون اساسی رو عوض کنه، میخواد قانون اساسی رو عوض کنه برای اینکه برای شاه حق عزل بستن در واقع حق انتخابات مجدد پیدا کنه. آمریکا و انگلیس هر دو به شدت مخالف این کار بودن ولی شاه کرد. این اینکه بگیم شاه دست نشانده آمریکا بود یا دست نشانده انگلیس بود، واقعیت خیلی پیچیده ای رو که در اون دوران وجود داشت به 1942 یه اول کار شاه دیگه، شاه جوان، انگلیسا و آمریکایی‌ها هر دو میخوان قوام نخست وزیر بشه و قوامو میارن به شام تحمیل میکنن. شاه دائم از اون پشت انگولک میکنه که قوامو برکنار بکنه و بالاخره هم برکنار میکنه و انگلیسا به صراحت میگن که اینو شاه کرده. وزیر سفیر انگلیس میره به شاه به صراحت میگه که ما خبر داریم تو داری تحریک میکنی علیه قوام، دست بردار. شاه دست نمی برای می داره، یعنی اگه دست نشونده بود، اگه می ترسید اونچنان که مثلا به یه روایت خیلی ساده انگارانه می گن، این کار نمی کرد. می ترسید حتما، از انگلیس ها می ترسید، انگلیس ها هم حتما علیش توطئه می کردن، ولی در این حال اونقدر در 1942 جرأت داشت که سر قضیه قوام تحریک بکنه علیه قوام سلطنه. قوام سلطنه که وقتی شاه دو ساله بوده اون نخست وزیر مملکت بوده. آقای دکتر میلانی، اون نیرویی که بیش از همه به عنوان یک نیروی سیاسی در خراب کردن سیمای شاه دخالت داشت کدوم بود؟ مذهبیون بودن یا چپا؟ من فکر کنم نیروی عمده چپ بودن. برای اینکه چپ بود. شما هم بودین؟ بله منم بودم، بله حتما منم بودم، منم جزء کنفدراسیون بودم و کنفدراسیون نقش خیلی خیلی مهمی در داغون کردن به چه بین المللی شاه داشت. یعنی اصلا یه جوری شده که شاه هیچ جا نمیتونه سفر بکنه، در هر جا سفر میکرد باعث بی‌آبرویی میشد، تظاهرات میشد، زد و خورد میشد. اونها نقش خیلی خیلی مؤثری داشتن. آیت الله خمینی دائم اعلامیه‌های علیه شاه می‌نوشت ولی در فرهنگ سیاسی اون زمان روشنفکرای چپ ایران، روشنفکرای ناسیونالیست ایران، طرفداران دکتر مصدق، اونا حرفشون خیلی به نظر من نقش داشت در عوض کردن اون چهره. ولی یعنی اینو که میگم به نظر من انصاف اینه که اینم بگیم که خب شاه هم به اونا این امکان رو میداد. یعنی شاه هم وقتی به کنفدراسیون رو من ایرادش رو گفتم، حتما مسئولیت داشت کنفدراسیون، ولی شاه هم اومد کنفدراسیون رو که به ظاهر حداقل یه تشکیلات دانشجویی بود در ایران ممنوع کرد که شما نمیتونید در خارج تشکیلات داشته باشید یا در داخل
هیچ گونه فعالیت قانونی برای نیروهایی که در چارچوب قانون اساسی هم میخواستن عمل کنن وجود نداشت. خلیل ملکی رو اینا بر نمیتابیدن. و وقتی شما خلیل ملکی رو بر نمیتابید که تمام تلاشش هم داری میکنه، با شام مذاکره کرده، چند بارم به دیدن شاه رفته، تلاشش اینه که ایران بیش کم دموکراتیک سوسیال دموکراتیکی ایجاد بکنه. وقتی اون رو بر نمیتابید، خب طبعا به اپوزیسیون هم فرصت میدید که اون تصویر رو خراب بکنه. خلیل ملکی به چه مناسبت با شاه ارتباط داشت آقای دکتر؟ خلیل ملکی در دو مورد با شاه دیدار میکنه. یکی در بعد از سقوط مصدق، بله، اونو مطابق با تمام شواهدی که من دیدم با تایید دکتر مصدق میره. خلیل ملکی از کسانی است که تا روز آخر به دکتر مصدق وفادار میمونه، با اینکه بهش انتقاد داره، بهش میگه که من شما برو به جهنم هم ببرید، ما دنبالتون میاییم، ولی این کار شما اشتباهه، سیاست همون رفراندوم و اینا رو اشتباه میدونست. ولی وایساد وقتی که شاه در اواخر دهه 50 تلاش میکنه که با بعضی از اپوزیسیون تماس بگیره، یکی از کسانی که حاضر میشه باش ملاقات بکنه با چیز، اول با علم و بعد با خود شاه، خلیل ملکی است. و کسی بود که همیشه حاضر بود در چارچوب قانون اساسی، ولی در چارچوب قانون اساسی مشروطه فعالیت قانونی بکنه. مخالفتش هم با حزب توده، مخالفتش هم با نفوذ شوروی در ایران اثر و من شمس بود، ولی با این حال امکان فعالیت قانونی بهش نمیدادن. وقتی شما به خلیل ملکی امکان قانونی فعالیت نمیدید، به اصلا خلیل ملکی که حالا اپوزیسیونه، شما خاطرات پرویز ثابتی رو بخونید، میگه که او که رئیس دایره سوم ساواک بوده، میگه که ما از طرح بعضی از انتقادهایی که از اوضاع داشتیم، میگه از اون دم محکمتر طرفدار رژیم که نبود، این امکان برای ما وجود نداشت. یعنی اون بسته شدن هرچی بیشتر فضا، این امکان رو به اپوزیسیون میداد که تصویری خیلی بدتر از اون واقعیتی که در ایران وجود داشت ایجاد بکنه. ولی برای اینکه شما یه تصویر افراطی بد ایجاد بکنید، یک رگه هایی از واقعیت بایستی داشته باشه. اون رگه ها رو همین کشتابی ها، برنتابیدن آدم هایی مثل خلیل ملکی، آدم هایی میگم مثل وفاداران به رژیم، عبدالله انتظام، امینی، اینها، علا، خود هیچ کدوم از اینها رو دیگه در 1970 شاه بر نمیتابید، جرأت نمیکردن. اونها جلسه زدن دیگه دعوت نمیشدن. جلسه محرمانه مثل که تشکیل داده بودن در انتقاد از شاه. بله، در به گوش شاه رسیده بود. بله. و علم حداقل میگه که شاه دستور داد همشون رو بگیرید، میگه من تصمیم گرفتم نگیرم برای اینکه درست نیست. ولی دستور شاه غیر قانونی است، هم تصمیم علم غیر قانونی است. از لحاظ قانون اساسی که میشه همین چون 5 نفر از سران سیاسی مملکت در یه جلسه نشستن و بحث کردن، نمیشه به همین خودت دست حکم بازداشتشون رو داد که. و اگرم حکمشون رو داده، علم که نمیتونه خودسرانه تصمیم بگیره. ولی میگم مسئله مسائل اونجا اون دوران، به رغم تمام اون دستاوردها، این مسائل بود که متاسفانه جمع که شد اون بحران رو ایجاد کرد که قیمت نفتم کمک کرد و دعوای شاه با غربی ها سر نفت و سر اتم هم کمک کرد. آقای دکتر، در واقع سقوط رژیم شاه بر اثر توطئه عربستان در مورد قیمت نفت نبود؟ من فکر میکنم دوباره تمام شواهد نشون میده که عربستان با غرب، با آمریکا به ویژه، توطئه کردن برای تثبیت قیمت نفت. این اونا اول سعی کردم، اون آقای کارپندر مقاله خیلی مفصلی نوشت، بعد تبدیلش کرد به یک کتاب بر اساس اسناد کیسینجر و اسکوکرافت و فورد و نیکسون و
و خب شاه حاضر نشد. وقتی که شاه حاضر نشد، اونا رفتن در یک جلسه اوپک با عربستان چیز کردن. منتها دوباره میدونید من شاید اشتباه میکنم، ولی واقعا من فکر نمیکنم پدیده‌ای به اهمیت و به گستردگی انقلابی که در 1979 شد فقط به یک عامل باز بسته است. اینا همه عواملی است که کمک میکنه. اگر قیمت نفت ثابت نشده بود، انقباض اقتصادی صورت نمیگرفت، شاید دولت آموزگار میتونست یک تغییری در ایران ایجاد بکنه و بمونه. و اگر دولت آموزگار با تکنوکرات‌های جدید میموند، شاید یه مسیر دیگر ایران میرفت. ولی دولت آموزگار اومد، خیلی زبدگی سیاسی نداشت، یک کچتابی های ویژه شخصیت خود آقای آموزگار بود، هویدا هم تحریک میکرد علیهش، ولی در اون زمان برنامه انقباض اقتصادی هم بود، شاه هم مریض بود و هر روز افسرده تر میشد، آمریکا هم یه دفعه سیاستش رو دوباره عوض کرده بود، در دوران نیکسون دستور رسیده بود که اصلا شاه در مورد حقوق بشر ولش کنید، کاری بهش نداشته باشین، دوباره حقوق بشر اومده بود در رأس برنامه‌های وزارت امور خارجه و سیاست خارجی آمریکا قرار گرفته بود. هر کدوم از این عوامل اگر نمی بود، چه بسا ایران یه علم هم اگر مثلا نمی مرد، یا خاتم هم اگر کشته نمی شد تو اون تصادف، همه اینا یه جوری در کنار هم قرار گرفتن به نظر من و زمین ساز اون تحول شدن. آقای دکتر میلانی، قتل یا نمیدونم حادثه‌ای که برای خاتم رخ داد، این حادثه در واقع چیز بوده؟ یه توطئه بوده؟ والا من در حدی که امکان داشت، چون هم در مورد کتاب شاه، در ضمن ببخشید ما 2 دقیقه وقت داریم. بله حتما. هم در کتاب شاه، هم در کتاب اون نامداران ایران یه بخشی در مورد تیم صحبت هم هست. من با خیلی ها که دستن در کار بودن، فرمانده اون پایگاهی که خاتم در اون کشته شد، اسنادی اونها داشتن، من تمام گزارش هایی که آمریکایی‌ها تهیه کردن، من فکر میکنم که تصادف بود، فکر میکنم توطئه بود. ولی فراموش نکنیم که 2 روز قبل از اون شاه به خاتم گفته بود که میخواد برکنارش کنه. یعنی اینایی که فکر میکنن مثلا شاه چیز کرده، شاه خاتم رو برکنار کرد برای اینکه اسنادی مربوط به فساد اقتصادی شروع شده بود دیگه. و اصلا خاتم خیلی خیلی افسرده بود، رابطهش هم با همسرش رابطه بسیار بسیار بدی بود، رابطه تیره‌ای بود. اون خاتم یه معشوقه تازه‌ای پیدا کرده بود، اینا روابط دارون خانوادهش وحشتناک بود، رابطهش با شاه بد شده بود، اسنادش توی سنای آمریکا مطرح شده بود. اون خیلی عوامل چیزیست. من هرگز نیدم که سندی نیدم جز ادعای دوستان خاتم. خیلی ممنون آقای دکتر میلانی عزیز، اجازه بدید باز هم در این زمینه ها با شما گفتگو کنیم. خیلی جذابه این رخداده ها و رازهای تاریخ. ما داریم 15 سال با شما قربان صحبت میکنیم، همیشه هم استفاده میکنیم و لذت میبریم. اختیار داریم. خیلی ممنونم ازتون، شب و روز شما خوش، و ممنونم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند و تشکر میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله. شب و روز شما خوش.